سلام، به آزادی آنلاین خوش آمدید. بحثی گرم درباره خرج و دخل برق تاجیک و فرار مهاجران به جنگل از ترس ماموران پلیس روسیه از موضوع و ویدیوهای برنامه امروز است. ده ها مهاجر تاجیک صبح 4 فوریه مجبور شدند که از جای خواب خود به جنگل ها گریزند تا به دست ماموران فمیس یا اداره مهاجرت روسیه نافتند. 4 سحر ملیسوس سر مکدان احوال تاجیک بینه که در برق خنک 1 متر برف در درون جنگل ادمو گریختن های ترس ملیسوس. مؤلف ویدیو دیرتر به رادیو آزادی گفت پتن یا اجازه کار دارند و خود را در جای زیست ثبت نام هم کردند، ولی به قول او بعضن این سندها به کار نمی آید و ماموران پلیس آنها را بازداشت و اذیت می کنند. به این مانند یک ویدیو دیگر هم از روسیه دسترس شد که از تفتیش مهاجران قصه می کند و این گروه از شهروندان تاجیکستان است فرار به جنگل را در هوای سرد و پربرف یگانه راه نجات دانستند. فمیس اومد گرشتیم فمیس میگرد تقریبا 50-60 برادران ازبک و تاجیک بار کردن. مهاجران میگویند یک هفته باز تفتیش آنها سخت‌تر شده است. در روسیه تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند و آنها هر سال به کشور میلیون ها دلار میفرستند و آن بخش مهم اقتصاد خانواده ها است. گزارش درباره اینکه شرکت برق تاجیک در 1.5 سال گذشته بیش از 3 میلیارد سومانی ضرر دید، بحث گرمی را در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی بپا کرد. بسیاری ها به آن به شبهه نگریستند. کاربری با نام اکسپرت در سامانه آزادی نوشت باید برق تاجیک را به مدت 20 سال به اختیار شرکت پامیر انرژی دهند. بعد از 1 سال میبینند که نه قرض میماند و نه کروپسیه. حقیقت نگاشته است، میدانند که چرا قرضدار است و کی قرضدار کرده است، اما هیچ کار کردن نمیتوانند چون زورشان نمیرسد. خواننده با نام نامدار پیشنهاد کرده است که در برق تاجیک و اداره آب تنها ربات ها را به کار گیرند تا به گفته او دزدی کمتر شود. در همین حال به نظر کاربر دیگر تمام قرض دولتی و صاحبی انرژتیکا از نفسازی نیروگاه های خرد و بزرگ ساختمان خط های انتقال برق به دوش برق تاجیک است. از پرداخت حق برق آزاد بودن ده ها کارخانه بزرگ نیز به قول این خواننده جبر به سر برق تاجیک است. کاربر با نام مسلم میگوید کمبود برق تاجیک این است که یک ارتش پول جمع کن دارد و آنها از مردم پول نقد میگیرند، اما نیمی از آن را از خود میکنند. قبلا مسئولان شرکت برق تاجیک مردم را برای نپرداختن حق استفاده برق متهم کرده بودند. ساکنان رد میکنند. و در آخر برنامه ویدیویی را میبینیم که از قلعه حصار فرستادند و به قول مؤلف در اینجا پرتاوی زیاد جمع شده است و بخشی از آن در جویبار هم افتاده است. اگر شما هم گفتنیه و یا عکس و ویدیوی دارید لطفاً به این رقم ها بفرستید. واتساپ و وایبر، ایمو و تلگرام داریم. تا دیدار در برنامه آینده.